سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که لحظات خوشی رو در حال سپری باشید. من بردیا جلالی با قسمت دیگه ای از برنامه هفت هنر در خدمتتون هستم. این برنامه به مهمترین اخبار و رویدادهای هنری ایران و جهان میپردازه و ممنون از این که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. با ما همراه باشید با هفت هنر این هفته. برنامه این هفته رو با خبری در ارتباط با هنرهای تجسمی آغاز می‌کنیم که هفته گذشته معاون مدیر کل یونسکو از موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هانس دورویل، معاون دبیر کل یونسکو، روز یکشنبه هفتم اردیبهشت با مجید ملا نوروزی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی و رئیس موزه هنرهای معاصر تهران دیدار و گفتگو کرد و از آثار ایرج اسکندری و کاظم چلیپا و همچنین آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کرد. او پس از بازدید از موزه و آثار گنجینه گفت اولین چیزی که خیلی مورد توجه من قرار گرفت بنای موزه و حتی باغ مجسمه موزه بود که این موزه با این همه عظمتی که دارد وقتی وارد آن می شوید به نوعی آرامش می رسید. آقای دورویل در ادامه گفت اینکه هنرهای معاصر و هنر کلاسیک، هنر سنتی و هنر مدرن در کنار هم قرار دارند به آدم حس خوبی می‌دهد و این حس در واقع از یک طرف باعث حرکت می‌شود و از طرف دیگر جاذبه بیشتری را به وجود می‌آورد. دیدن آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به خصوص آثاری با فرهنگ‌های مختلف دنیا که بخشی از این آثار در واقع تاریخ هنر ایران را نشان می‌دهد، این حس تعامل را بین هنر جهانی و هنر ایرانی می‌توان دید. و خبری هم از سینما بگم که فیلم‌های محمدعلی طالبی و جعفر پناهی در میان 17 فیلم برتر کودک سینمای جهان در بریتانیا به نمایش درآمد. مارک کازینز، منتقد مشهور ایرلندی بریتانیایی، به تازگی در برنامه با عنوان سینمای کودکی آثار برتر این حوزه را به نمایش گذاشته است. در میان 17 فیلم برتر سینمای کودک جهان، فیلم بادکنک سفید ساخته جعفر پناهی و 3 فیلم از محمدعلی طالبی به نام‌های باد و مه، کیسه برنج، چکمه نیز به چشم می‌خورد. نکته جالب اینجاست که ساخته‌هایی از چنکایگه، ژان گیمو و تارکوفسکی نیز در این فهرست حضور داشتند. محمدعلی طالبی که طی 35 سال گذشته فیلم‌های تاثیرگذاری را در زمینه کودک و نوجوان ساخته، مهمان این برنامه بود. 3 فیلم آقای طالبی که در این فهرست قرار داشتند، طی 16 روز در شهرهای مختلف بریتانیا از جمله ادینبورگ، آکسفورد، کمبریج، لندن، بریستول، باث و چند شهر دیگر به نمایش درآمد و پس از آن جلسه نقد و بررسی با حضور محمدعلی طالبی و علاقمندان به سینما در مراکز فرهنگی این کشور برگزار شد.
تیلدا سوینتون، بازیگر سرشناس و برنده اسکار سینمای انگلستان، یکی از دست‌اندرکاران برپایی این مراسم بود. او در معرفی این سلسله نمایش‌ها در ادینبورگ اسکاتلند، محمد علی طالبی را به عنوان فیلمساز شاخص این برنامه با در دست گرفتن پلاکاردی به علاقمندان معرفی کرد. چند خبر کوتاه از رویدادهای هنری ایران و جهان رو در هفته که گذشت با هم ببینیم. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم من روحانی هستم را یک توهین آشکار به شخص رئیس جمهور دانست و گفت که دستگاه قضایی باید با عوامل آن برخورد کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که انتشار این فیلم بدون مجوز و طی مراحل قانونی صورت گرفته است. پرویز کلانتری، هنرمند هنرهای تجسمی، گفت که حراجی کریستی میتوانست در ایران برگزار شود، ولی به خاطر روی کار آمدن احمدی نژاد، بانیان کریستی از آوردن این حراجی به ایران صرف نظر کردند و این موقعیتی بود که ما باختیم. بیش از 100 پورتره از ویرجینیا وولف، رمان نویس سرشناس انگلیسی، شامل تابلو و عکس‌های خانوادگیش در گالری ملی لندن به نمایش در می‌آیند. فیلم سینمایی حوزه نقاشی به کارگردانی مازیار میری در 17th جشنواره بین‌المللی شانگهای چین در بخش غیررقابتی پانوراما روی پرده می‌رود. اسماعیل قادرپناه، گوینده کتاب صوتی شاهنامه فردوسی، درگذشت. مجید داوودی، کاریکاتوریست اهل خراسان رضوی، موفق به کسب جایزه ویژه 46th جشنواره بین المللی کاریکاتور آماروسیتی ماروستیکای ایتالیا شد. پیتر استپانک، ویولون نواز مشهور اهل چک، در تهران کنسرت برگزار می کند. داوود آزاد، آهنگساز و نوازنده موسیقی سنتی و خانقاهی، در 26 آوریل در لندن کنسرت برگزار کرد. درخت‌های خشک‌شده در دانشگاه امیرکبیر توسط جمشید مرادیان، هنرمند پیشکسوت، تبدیل به مجسمه می‌شوند. فیلم سینمایی اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند، اولین فیلم بلند نرگس آبیار، اول می، برابر با 11 اردیبهشت ماه، در جشنواره آسیا پاسیفیک شهر لس آنجلس اکران شد. و ترانه رسمی جام جهانی 2014 با صدای جنیفر لوپز، پیتبال و گلودیا لیته در برزیل منتشر شد. We'll be right back.
لیلا حاتمی، بازیگر مشهور سینمای ایران، به عنوان داور بخش مسابقه جشنواره فیلم کن معرفی شد. به گزارش وبسایت نشریه ورایتی، جن کمپیون، فیلمساز نیوزلندی که ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را بر عهده دارد، همراه با 8 نام دیگر از کشورهای مکزیک، چین، کره جنوبی، دانمارک، ایران، آمریکا و فرانسه، کار قضاوت بر فیلم‌های بخش اصلی مسابقه را بر عهده خواهند داشت. سوفیا کاپولا، بازیگر و کارگردان آمریکایی، جون دویون، بازیگر کره‌ای، ویلیام دافوه، بازیگر آمریکایی، گایل گارسیا برنال، بازیگر و کارگردان مکزیکی، جیا ژانکه، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده چینی، نیکولاس ویندینگ رفن، کارگردان، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس دانمارکی و کارول بوکه، بازیگر فرانسوی، از دیگر اعضای هیئت داوران جشنواره امسال هستند که در کنار لیلا حاتمی داوری فیلم‌های بخش مسابقه را بر عهده خواهند داشت. پیش از این لیلا حاتمی در مراسم اختتامیه 65مین دوره جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم را به ماتئو گارونه برای فیلم واقعیت اعطا کرد. خانم حاتمی با بازی در فیلم جدایی نادر استیمین به کارگردانی اصغر فرهادی توانست به شهرتی جهانی دست یابد. این فیلم در سال 1389 برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد و همچنین در سال 1390 این فیلم اسکار بهترین فیلم خارجی سال و جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی سال را دریافت کرد. لیلا حاتمی که به زبان فرانسوی آشنایی کامل دارد، نشان معتبر شوالیه فرانسه را به پاس فعالیت‌های هنری دریافت کرده است. امسال از سینمای ایران نیز عباس کیارستمی ریاست هیئت داوران بخش سینه فونداسیون و فیلم‌های کوتاه را بر عهده خواهد داشت. 67مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 14 تا 25 ماه می برابر با 24 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه در شهر کن و در جنوب فرانسه برگزار خواهد شد. آثار کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست پیشکسوت، در موزه مدرن آرت و گالری نیکول فلامل پاریس به نمایش در بیاید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موزه مدرن آرت پاریس از 15 ماه می امسال نمایشگاهی از گزیده آثار هنرمندان مشهور از سال 1960 تا کنون را برگزار می کند و در این نمایشگاه 4 اثر از کامبیز درنبخش به نمایش گذاشته می شود و در انتهای این نمایشگاه نیز کتابی منتشر خواهد شد که مجموعه آثار ارائه شده در این نمایشگاه در آن چاپ می شود. همچنین همزمان با این نمایشگاه 9 اثر از این هنرمند نیز در گالری فلامل پاریس به نمایش در می آیند.
بنلی ویولونیست و آهنگساز 34 ساله بریتانیایی است که سرعت او در نواختن ویولون او را برای چهارمین سال پیاپی رکورددار سریع‌ترین نوازنده ویولون در کتاب رکوردهای جهانی گینس لقب داده. اجرایی با سرعت 820 نوت در 50.05 ثانیه. قسمتی از اجرای بنلی رو با هم ببینیم. جشنواره فیلم مونترال امسال میزبان دو فیلم ایرانی خواهد بود. فیلم کوتاه انار میوه بهشت است به کارگردانی تیمور قادری و فیلم انیمیشن تمام زمستانهایی که ندیدم به کارگردانی امید خوشنظر در 38مین جشنواره فیلم مونترال و در بخش نگاهی به سینمای جهان به نمایش در خواهند آمد. فیلم انار میوه بهشت است تاکنون در جشنواره‌های بین‌المللی مالزی و ژنو نیز به نمایش درآمده و فیلم انیمیشن تمام زمستان‌هایی که ندیدم نیز با تکنیک سه‌بعدی ساخته شده و به زبان انگلیسی نیز دوبله شده است. جشنواره مونترال مهمترین رویداد سینمایی در آمریکای شمالی است که هر ساله در پایان ماه آگست برابر با 30 مرداد تا 10 شهریور در شهر مونترال در کشور کانادا برگزار می شود. امسال حدود 400 فیلم سینمایی، مستند، کوتاه و انیمیشن از 80 کشور دنیا به نمایش در خواهند آمد. نومدی خود تو دیدم هر گلی بهتر از سی تو دیدم
رافائل میناسکانیان، پیانیست برجسته ایرانی، سونات آپاسیوناتا اثر بتهوون را در تالار وحدت مینوازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این کنسرت دوم خرداد ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد و میناسکانیان قطعاتی از بتهوون، شوبرت و شوپن را برای علاقمندان موسیقی کلاسیک خواهد نواخت. میناسکانیان چندی پیش هم اجرایی را در یادبود استادش پروفسور امانوئل ملک اسلانیان برگزار کرده بود. رافائل میناسکانیان اولین هنرمندی است که رسیتال پیانو کلاسیکش از تلویزیون ایران پخش شده است. او هم‌اکنون علاوه بر اجرای کنسرت به تدریس پیانو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر مشغول است. Non ho mai veduto il vissuto con...
دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. برای تماس و ارتباط بیشتر با این برنامه شما میتونید از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه با ما در ارتباط باشید. تا فردای بهتر، بدرود.